سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی، با معرفی پروژه سوریر در خدمتتون هستم. این پروژه رو من تقریبا تو روزای اولش بود که باش آشنا شدم، وارد شدم و خب چون هزینه اتریوم میخواست زیاد باش کار نکردم، ولی خب بعدن که اتریوم تو ولتم بود وارد شدم و انجام دادم کار رو. خب ببینید، کاری که شما توی این سایت بعد انجام بدید اینه که اول میاین قسمت ثبت نام رو انجام میدید، شما ساین اپ میکنید و اینجا باید ایمیل وارد کنید، یه نیک نیم و پسورد. خب اوکی شد، باید بدون فیلتر شکن وارد بشین. من میرم ایمیلم رو تایید بکنم تا وارد بشم. ایمیلم رو هم کانفیرم کردم و الان میتونم وارد بازی بشم. خب ساین این رو میزنم، اینجا سابمیت میکنم و وارد بازی میشه. خب کاری که بعد بکنیم اینه که میتونید اینجا یه عکس آپلود بکنید به عنوان پروفایل پیکچر، نیک نیمتون هست و اینم اسم کلابتون که ما همین اسم کلاب رو میزنیم. پرچمتون یا همون بجتون هم میتونید انتخاب بکنید که من این بج رو انتخاب میکنم و کانفیرم رو میزنم. اینجا به شما میگه که باشگاه مورد علاقتون رو یا باشگاهی مورد علاقتون رو انتخاب بکنید. الان آورد. خب من بارسلونا رو انتخاب میکنم، دورتموند انتخاب میکنم، ایسی میلان رو انتخاب میکنم. شما هم باشگاهی مورد علاقتون رو، بازیکنایی که بهتون میده از این باشگاه هاست، اینو حواستون باشه. پاریس رو انتخاب میکنم چون بازیکنهای خیلی خوبی داره، با اینکه اصلا دوستش ندارم. لیورپول انتخاب میکنم، بایر مونیخ رو انتخاب میکنم. ببینید اینجا هم بهتون میگه You will receive cards from بایر مونیخ. بعد یوونتوس رو نه، این فصل وضعیت خوبی نداره. اینتر انتخاب میکنم، ناپولی هم خوبه و پورتو نه، بنفیکا بد نیست، ولی خب ببینیم باشگاه دیگر رو. خب من فکر کنم که چند تا بعد انتخاب بکنیم، دوتا نه. خب ما بنفیکا رو انتخاب نمی کنم، روم هم، آژاکس هم انتخاب می کنم و اتلتیکو مادرید و رئال مادرید هم برمیداریم. یعنی شاید بازیکنهای خوبی به اون بده. البته خب کارتایی که بهتون میده کارتای بهبه مثل ندی امباپه رو ندادیم. پکمون رو باز کنیم ببینیم چیه. خب دونه دونه بازش کنیم. کریم بنزما، لویز لوپز، گلر رئال مادرید که خب قاعدتا به درد نمیخوره، عمر ریچاردز، این هم خب بازی کنه که بازی نمیکنه، و توماس لمار هم از اتلتیکو مادرید. خب نکست کنیم ببینیم. خب اینجا سه تا لیگ داره، خب که میگه که میتونین تو هر لیگ شرکت بکنیم، سه تا نداره بیشتره. مثلا اینجا سه تا از نمونه هاشو گذاشته که لیگاش رو من الان رفتم دیدم، مثلا لیگ آسیا داره، نمیدونم لیگ اروپا داره، لیگ یه سری لیگ هایی هستش که اینجا ببینیم. فکر میکنم اینجا گذاشته بود، آها اینجا ببینید میگه که لیگ اروپا، آمریکا، آسیا، اروپا، آلستار و زیر 23 سال که این دیستروبشن ریواردش رو هم نوشته که مثلا توی این لیگ ها چقدر جایزه میده.
به این صورت هستش. حالا این عکس ها رو، این عکس ها رو هم که الان دیدین دیگه، دیگه احتیاج نیست جای دیگه ای بذاریم، ولی ببینید به این صورت جایزه ها رو، ریوارد هایی که بهتون میده. حتی این برای گیم ویک 154 بود، الان تو گیم ویک 200 و فکر کنم 17 هستیم. خب ما نکست رو میزنیم و اینجا میگه که مثلا پوینت هایی که این کلاب ها گرفتن و دو آی وین رو میزنیم و میبینیم که اگر اول بشیم تو آل استار اینقدر بهمون میده، اگه دوم بشیم اینقدر و سوم بشیم اینقدر میده، که در واقع یه دونه کارت استار وانیکس استار ریر اینم همینطور. و ارزم به حضورتون که اینم که یه تک ستاره به اون میده. بیشتر هم بزنیم اینجا به اون نشون میده که چهارم تا 13 هم اینقدر میده، چهارم تا 14 هم تا 33 سه تا کارت ریر میده و 34 تا 130 هم اینقدر. خب میریم لتس پلی و ما اینت ببینید 43523 تا منیجر وارد لیگ شدن. الان انتر تیم رو میزنیم و یه دونه پک دیگه به ما میده. این پک رو هم باز میکنیم ببینیم چه بازیکنایی بهمون داده. آندراس لوته نمیشناسمش، دروازه‌بان کجاست؟ این بچه باشگاه من کوچیکه نمیبینم، ولی خب به نظرم بازیکن فیکسی نباشه. خب لوکاس کوبلر اینم توی فکر کنم این چیز ماشین گلادباخه، ولی حالا ببینیم، یا فرایبرگ نمیدونم. خب این که لایپزیش بازی میکنه، انجلینو خدا کنه، این با این بازیکن ثابته. تییاگو آلکانترا از لیورپول، به به. و جیمی لبلینگ، جیمی لبلینگ از وولفسبورگ ده یا نه چیز، این اسکاتلندیه، چیه، سلتیک فکر میکنم، سلتیک گلاسکو. سلتیک بازیکن آلمانی داره. خب ببینید شما 5 تا بازیکن بعد انتخاب کنید، یه گلر، یه دفاع، یه هافبک، یه مهاجم و یه دونه هم اکسترا که اضافه است. خب گلر ما این آندراس لوتر رو بازی میکنیم که این امتیازی که اینجاست، ببینید وقتی هم روش میرین میزنه که این 5 امتیاز بازی های قبلیش البته میانگینشه، last 5 average score، که روی بازیکن که بزنید میاد اینجا. البته اونجا الان بزنیم چیز میشه که ببینیم که روی بازی، رو خود بازیکن که بزنید اینجا نه، توی منوهای دیگه رو بازیکن بزنید تمام اطلاعات بازیکن میاد. خب میریم توی دفاع. دفاع سه تا بازیکن داریم، آنجلینو، لوکاس کولبر و لوکاس کوبلر و عمر ریچاردز. خب عمر ریچاردز رو که بعید میدونم بازیکن زیاد، من ترجیح میدم این آنجلینو رو که امتیاز بیشتری داشته و تو لایپزیشه بردارم. خب هافبک تییاگو آلکانترا که خب قاعدتا 100% اینجا هم که خب حاج کریم بنزما. و برای اون اکسترام هم خب توماس لمار از همه اینا بهتره، توماس لمار رو برمیدارم. این چه رفت اونجا؟ خب اکسترا اوکی. خب بعد مرحله بعد شما بعد کاپیتانتون رو انتخاب بکنید. روی ببینید روی اینجا میایین روی سی هر کدومه که دوست دارین. خب من مسلما روی حاج کریم میزنم و کانفیرم میکنم، با اینکه حاج کریم مصدومه احتمالاً بازی نمیکنه این هفته ها. میتونم روی تییاگو هم، آره رو تییاگو ریسک میکنم چون فکر کنم حاج کریم مصدوم بازی نمیکنه. این هفته پیش که مصدوم شد کشیدنش بیرون، یویچ گل زد. خب کانفیرم میکنیم و از بارسلونا هیچی بهم نداد، یه پک دیگه هم بهمون داد خوشبختانه، یه دونه بازی کنه، ولی ادن آزارده که واقعا خراب کرده این دو فصلو. ببینید لیمیتد مسی رو داره تو ریر، مسی سوپر ریر، ای بابا. ولی خب اینا گرونه دیگه، اینا رو میتونیم بخریم.
لیمیتدا قیمتاشون خیلی بالاست دیگه، ریر و سوپر ریر و اینا که دیگه هیچی دیگه. این برای زیر 23 سال هم میتونه بازی کنه حتی. When cards are played in tournament they gain experience point. خب همین دیگه، ببین میگه اگه بازیکن این بازیکنی کارتی بازیکنی که داری توی تورنمنت ها بازی کنه بهت XP میده و باعث میشه لول اپ بشه دیگه، که یه سری شما میتونین کارتا رو چیز هم بکنین. الان اینجا میتونین بازیکن ها رو فالو کنید، که ما یه مسی رو فالو کنیم، بیشور ارلینگ هالند دوست داشتنی رو فالو کنیم، هیولای نروژی که تو جام جهانی هم نیست، کیلن امباپه رو، جاشوا کیمیشه که آنتی واکسنه، رابرت لاواندوفسکی، موسلا، آلیسون بکر، ویرجیل فندایک، آرنولد، تونی کروس دوست داشتنی که با اینکه تو تیم رقیب من بازی میکنه ولی واقعا دوست داشتنی. من نه آلمان رو دوست دارم نه رئال، ولی تونی کروس واقعا دوست داشتنی. کوین دی بروین، امروز پپ گواردیولا یه صحبت کرده بود راجبش، خیلی جالب بود، حتی امروز من خوندم، شاید مال قبلا بود، نوشته بود که این بچه رو من مدیریتش خیلی آسونه، هر وقت که خسته میشم حتی من تشخیص میدم از رنگ پوستش، که وقتی میخوام تعویزش کنم راحت تعویزش میکنم، وقت از رنگ پوستش تشخیص میدم خیلی قرمز میشه تو بازی. خب وینی جونیور هم که این مارت ترکونده امسال، بعدم میاد از این بشر، میلانو گذاشت رفت، ممفیس دیپای هم بد نیست، دوشان تادیش که عالیه، بعد فاتی هم که مستومه، حالا همینه بسته، دانو میزنیم و میریم برای مرحله بعد که یه پک دیگه بهمون میده. اینجا هم یه بازی کنه رودریگو دی پاول، اینم بازی کنه ثابت اتلتیکوه، حتی من بازی های اتلتیکو رو دنبال نمی کنم. اینجا بهتون میگه که اگه میخواین کارت بخرین میتونید که برید روی کارتا بیت بذارین یا همون پیشنهاد قیمتتون رو بذارین و کارت بخرین، که خب ما الان این کار رو نمیخوایم بکنیم، اسکیپش میکنیم. نمیخوایم دیگه از من. خب I'm completing onboard. There are a few ways to kick start your خب visit play page. ببینیم اینجا تو پلی ما که اینجا خب اوکی شد دیگه. ببینید ما اینجا الان کلابمون رو برای این هفته که گیم ویک 227 یک روز و 14 ساعت دیگه شروع میشه این گیم ویک، خب کلابمون رو بستیم. خب البته من میتونم بیام ادیتش کنم الان هنوز تا قبل از اون که اون تایم چیز بشه، مثل فوتبال فانتزی دیگه. ببینید توی کژوال لیگ شما احتیاج به 5 تا کارت دارین که بازی کنین و نمیشه ادیتش کن کامپلیت یو تو کالکت مور. بابا دارم من 5 تا کارت، تو چه اروری داره میده؟ نمیخوام کارت جدید بخرم. گیر افتادیم از دستش. حالا ولش کنید. ببینید توی این قسمتشو توضیح بدم که بهتره. اینو که بزنید ببینید گیم ویک الان اوپنه. خب یه روز 14 ساعت مونده. گیم ویک 226 الان لایوه. اینو دیگه ما نمیتونیم الان شرکت کنیم. یعنی شما باید حواستون باشه زمانی که هنوز گیم ویک فعال نشده، لایو نشده، میتونید که توش بازی کنید، یعنی توش شرکت کنید. گیم ویک هایی که لایو هست، یعنی میگه از دسامبر 10 تا دسامبر 14، بازی هایی که تو این 4-5 روز برگزار میشه، 10 تا 14 هم که 5 روز میشه برگزار میشه، این گیم ویک مال این هفته است. گیم ویک 227 از 14 دسامبر تا 17 دسامبر، یعنی 4 روزه.
گیم ویک بعدی هم خب قاعدتا بعد از این شروع میشه دیگه. چیزی که دیگه بهتون بگم، آها اینو میخواستم بگم، ببینید وقتی این کامپیتو میزنیم، خب ما الان فقط کارتای کامان داریم و میتونیم تو این کامان شرکت کنیم، ولی خب اگر شما برین کارتای لیمیت بخرید میتونید تو لیگ لیمیت تو لیگ بازیکنهای لیمیتد شرکت کنید، برای ریر هم همینطور، سوپر ریر هم همینطور، و یونیک و لیگ میکس هستش که میتونید اینجا هم تیم اد کنید. خب که منتها خب بازیکنهای مختلف میخواد، یعنی شما هم بعد مثلا برای این تیم ها باید حتما فون نامبرتون رو وریفاید کنید. حتما فون. خب آها بریم تو بخش اصلی قضیه. بخش اصلی قضیه برای ما اینه که چجوری از این درآمد کسب کنیم. خب ببینید وقتی شما تو لیگ شرکت میکنید تا وقتی که کارتای کامان به شما میده هیچی، یعنی الکی دارین آب در هاون کوبیدن، ولی زمانی که یه کارت لیمیتد یا ریر به شما بده، یعنی شما باید امتیازتون انقدی توی این هفته بالا باشه که بتونید امتیاز بالا بگیرین، رتبتون بالا باشه و کارت ریر بگیرین. همین چیزی که اینجا ما دیدیم، این چیزی که اینجا دیدیم ببینید، و سیستم امتیازدهیش میگه که مثلا رنگ فلان تا فلان انقدر میگیره، رنگ فلان تا فلان، اینا رو باید ببینید اینجا میگه، ببینید چانس، یعنی شانستون میشه رنگتون بلاوی یک مساوی چانس رنگتون ضرب در 0.99. خب که میشه تقریبا شانستون اگه رنگتون مثلا 1000 بشه، شانستون میشه 1 به 1000 دیگه، در واقع 1 به 1001، 1 بر 1001. آره تقسیم بر ضرب در 99، آره همون میشه دیگه 1 به 1001 تقریبا. آره خب خیلی شانس کمی هست اگر امتیاز بالایی نتونیم بگیریم. برای بازی کردن با این بازی شما احتیاج به پول ندارین، ولی اگه میخواین ازش درآمد داشته باشین احتیاج به اتریوم دارین. خب اونطور هم که میدونید اتریوم داستانش یه مقداری متفاوته نسبت به رمزارزهای دیگه و گسوی زیادی میخواد، یعنی شما اگه اتریوم نداشته باشین و بخواین این بازی رو بکنین، اولا باید برین یه صرافی اتریوم بخرین، بعد اون اتریوم رو منتقل کنین توی کیف پولتون، یه گسی میگیره ازتون، بعد اون از توی ولتتون هم باید منتقل کنید به داخل این بازی، اونم یه گسی میخوره، یعنی شما دو تا گسی باید بدین. واسه همین هر وقت خواستین اتریوم منتقل کنید به یه ولتی، سعی کنید مقدار بیشتری باشه که بعداً اگر بازم احتیاج داشتین هی گسفی انتقال رو ندین. خب ببینید برای بازی وقتی شما ثبت نام رو انجام میدید یه سری کارت کامان بهتون میده، این کارت های کامان تقریبا به هیچ دردی نمیخوره. اگه در مسابقات هفتگی شرکت بکنید توی این بخش پلی، میایم توی ویو اول تورنمنتس، ببینید هر هفته هر چند روز یه بار، ببینید مثلا از 11 ژانویه تا 14 ژانویه گیم ویک 235 هست، گیم ویک 234 از 7 تا 11 بوده، تقریبا تو هر هفته دو تا گیم ویک داریم ما. بعد توی اون گیم ویک هم یه سری مسابقات برگزار میشه که شما اگه کارت های مخصوص اون لیگ رو داشته باشین میتونید در شرکت کنید. لیگ کارت های کامان لیگ کژوال هست که شما اگر واردش بشین میبینید که اون کارت هایی که داده رو انتخاب میکنید، یه دونه گلر، یه دونه دفاع، یه دونه هافبک، یه دونه مهاجم و یه دونه هم کارت اکسترا، بعد یه دونه کاپیتان انتخاب میکنید که کاپیتانتون 20% اضافه بونوس اضافه میگیره برای کاپیتانی، بقیه کارت ها 5% هم. اون کارت اکستراتون هم 1.5% بیشتر میگیره.
این کارت اکسترا در واقع نیمکت نشین نیستش، یه کارتیه که میتونید از هر پستی انتخاب بکنید. این کارت هم امتیازش محسوب میشه و 1.5% هم بیشتره، ولی خب از هر پستی میتونید انتخاب بکنید. این دیگه حتما پستش چیز محدودیت نداره، ولی برای این بازیکنهای دفاع هافک و مهاجم و گلر حتما باید بازیکنی رو انتخاب کنید که تو این پست باشه. یعنی شما اگه از هر کدوم از این بازیکنها یه دونه نداشته باشین نمیتونید شرکت بکنید و حداقل 5 تا کارت بعد داشته باشین. البته برای کامان بیشتر از 5 تا کارت بهتون میده اول کار، و هر هفته ای که هر گیم ویکی که کار میکنید یه کارت کامان هم برنده میشین. ولی خب توی بخش کامان ببینید، وقتی ما میریم تو پرایس پول به ما میگه که بخش کامان فقط 3 تا کارت لیمیت جایزه میده، و خب مشخصا ما نمیتونیم جز اون 3 نفر اولی باشیم یا اون جز نفراتی باشیم که این 3 تا کارت لیمیتد رو میگیرن، و کارت های کامان هم درآمدی ندارن، نمیتونیم بفروشین نمیتونیم بخرین. ولی خب اگر اتریوم دارین و دوست دارین که این بازی رو انجام بدین، درآمد خوبی میتونین کسب کنین. حالا روش درآمدش رو بهتون میگم، چون تو بخش کامان شما قاعدتا تیری در تاریکی هم نیست، یعنی 1 در میلیارد شما ممکنه که یکی از این کارتای لیمیتد رو ببرید، بعد بخواید ببرید مثلا اونو بفروشینش. ولی خب تو بخش لیمیتد شما کاری که میتونین بکنین اینه که اول میایین توی بخش کارت ها، بخش لیمیتد یا ریر یا سوپر ریر یا یونیک رو انتخاب میکنید. ببینید ما الان میاییم میذاریم اینو روی لوست پرایس، یا بذاریم رو همون اندینگسون. خب بیام برای اینکه درآمد بیشتری از این بازی داشته باشید. خب سیستم چیه؟ اینه که شما میتونید کارت بخرین و کارتاتون رو توی لیک ها شرکت بکنید و بهتون کارت میده. حالا کارتاش هم اینجا خدمتتون عرض بکنم، اول جایزه هایی که برای بازی های لیگ بهتون میده چی هست، تا بریم سراغ اون روش درآمدی که بهتون خواهم گفت. ببینید توی پرایس پول که بریم، ببینید لیمیتد بخش آل استار 150 تا، آندر 23 60 تا، زیر 23 سال بخش آمریکا 35 تا کارت میده به نفرات اول. این سیستم کارت دهیش هم براتون میذارم عکسش رو که ببینید سیستم جایزش به چه صورت هست، که به نفرات به چه صورت جایزه میده. تو بخش ریر 50 تا ریر میده به کسایی که تو بخش آل استار شرکت میکنن، 12 تا به آل استار پرو، 15 تا برای آندر 23، 6 تا برای آندر 23 پرو امریکا، 8 تا و امریکای پرو هم 2 تا. یعنی به این صورت توی لیگا کارت میده به نفرات که به صورت توی لیدربورد اول مثلا تا 100 هستن، مثلا تا 50 هستن، به این صورت پخش میکنه. حالا بریم برای اون سیستمی که خدمتون عرض کردم. ببینید شما میاید توی بخش، حالا هر بخشی که اینجا که دوست داشتین انتخاب کنید نسبت به بودجهتون، بعد میاید اینو میذارین روی اندینگ سون و میبینید که این کارتایی هستش که دارن وقتشون داره تموم میشه. شما میتونید که اینجا بیت سفارش بذارین دیگه، یعنی مثلا سفارش قیمت بدین. حالا میایم ببینید اینجا یه سری فیلترها داره که میتونید انتخاب بکنید. این بخش رو اولا که بیاین اینو اول توضیح بدم، ببینید گرونترین بازیکنها گلکیپرها هستن چون کمترین تعداد دارن. مثلا توی تیمی که 30-40 نفر بازیکن داره کلا 3 تا دروازه‌بان داریم، ولی خب دفاع و هافبک و مهاجم بیشترن. به خاطر همین دروازه‌بانا تو این بازی از همه گرونترن، بعد از دروازه‌بانا فوروارد ها گرونن، بعد از فوروارد ها هافبک ها و دفاع.
بعد بازیکنای یه سری بازیکن داریم اینجا. ببینید اگه تو فیلتر under 23 رو انتخاب بکنید، بازیکنای زیر 23 سال تو همه لیگا میتونن شرکت بکنن، البته غیر از لیگ آمریکا که اون باید حتما بازیکنایی باشن که تو لیگ آمریکا مشغولن. شما میتونید اینجا under 23 رو انتخاب بکنید، یا اصلا مثلا میتونید اینجا آمریکا رو انتخاب بکنید، بعد بیاین توی age بزنید اینجا رو بیارین زیر 23 سال. حالا به ما بازیکنایی رو نشون میده که زیر 23 سالن و تو لیگای آمریکا بازی میکنن. این به ما چی؟ این ببینید الان این بازیکن رو ما میتونیم با قیمت 2.24 دلار که البته من همیشه قیمت اتریوم میشون نگاه کنم، اصلا کاری با این قیمت دلاریش ندارم، این 3.08 اتریوم، ما الان این بازیکن رو میتونیم بخریم. هافبک هست، 22 سالشه، تو تمام لیگا ما این رو میتونیم استفاده کنیم بجز لیگ آسیا، البته بجز لیگ آسیا و این لیگ چمپیون اروپا. ولی خب بازیکنهای زیر 23 سال خیلی گزینه های بهتری هستن. از چه جهت؟ از این جهت که بازیکنهای زیر 23 سال قاعدتا رشد بیشتری خواهند داشت و به مرور زمان شما روی اینا قیمت های خیلی خوبی میتونید بفروشید. ببینید الان این بازیکن 20 ساله است، چون این امتیاز 5 بازی اخیرش 50 بوده، قیمتش 204 دلاره. حالا ببینید این بازیکنی که الان 26ه چند تا بازی کرده تو 5 تا بازی قبل؟ کلن یه بازی تو نوامبر 28 کرده، 25 امتیاز گرفته، اینجا همین 26 رو اینجا براش گذاشتن و چون 5% اضافه میشه دیگه. این بازیکن اگر یه بازی بکنه مثلا امتیاز 5-60 ازش بگیره، اون وقت داستان دیگه متفاوته، دیگه قیمتش 2 دلار نخواهد بود. این بازیکنی که الان 4 دلاره، بذاریم من روی این بازیکن یه سفارش بزنم، حتی به این قیمت که مطمئنا نمیتونم بخرمش، ولی خب سفارش گذاشتنم که یاد گرفتین دیگه. حالا اینجا این اینکریز رو حواستون باشه نزنید. ببینید وقتی توی بازیکنی شما سفارش دارین، اینجا هایست رو میبینید، یعنی شما بالاترین قیمت رو فعلا پیشنهاد دادین. خب اگر کسی بیاد بالای شما پیشنهاد بده، الان 7 دقیقه و 31 ثانیه دیگه این حراجی تموم میشه. کسی که بالاترین قیمت رو بعد از این تایم، صفر شدن این تایم داشته باشه، این کارت رو میتونه بخره. اگر زیر 1 دقیقه باشه و شما سفارش بدین، باز این تایم برمیگرده به 1 دقیقه، یعنی 1 دقیقه مهلت میده که شما اگر کسی اومد بالاتر از قیمت شما سفارش گذاشت، شما فرصت این رو داشته باشین که قیمتتون رو بالاتر ببرید. ولی خب ببینید من بعضی وقتا دقت میکنم، میبینم که اینجا یه کارتی داره به یه قیمتی فروش میره، میزنید رو کارت، میرید روی اسم بازیکن، روی اسم این بازیکن که رفتین، بنده خدا سیستم داره جون میکنه، وقتی اومدین رو بازیکن، این بخش کارت رو انتخاب میکنی، کارت رو میاد اصلا اینجا فقط فیلتر رو عوض میکنید، میاد رو لوست پرایس.
وقتی میزنید رو لوورس پرایس میبینید که کسی که ارزون ترین کسی که داره این کارت رو میفروشه 448 دلاره. من خیلی میبینم که یه کارتی الان تو حراجیه، بعد میام چک میکنم میبینم که اینجا مثلا قیمت طرف گذاشته 2.5 دلار، بعد اینجا تو حراجی دارن 4 دلار میخرنش. یعنی اینقدر بی توجه هم که نمیان اینجوری چک بکنم اینا این کارت قیمتش چنده اصلا. ولی خب من این کارت رو بعد بیاین کارت ها رو قیمتش رو چک بکنید توی این بخش، بعد ببینید که دیگه از این بالاتر نخرید، چون اینو الان مهرز همین بایو بزنم با این قیمت 2016 اتریوم این کارت رو برام میخرم. حالا اگه بتونم زیر این قیمت 2016 بخرم که چه بهتر، اگه نه خب بخوام میام این کارت رو از همینجا انتخاب میکنم و میخرم. حالا بریم توی بخش کارت ها. ببینید من الان توی این مدتی که بازی کردم، البته متاسفانه من فرصت زیاد ندارم، انقدر که پروژه رو سرم ریخته فرصت چندان ندارم برای هم. مثلا اگه شاید روی این فرصت میذاشتم، بیشتر وقتم رو روی این میذاشتم، درآمدم مثلا بهتر بود تا اینکه اینقدر رو پروژه مختلف میذاری. یعنی شاید شما اگر انرژیتون رو و تمرکزتون رو بذارین روی پروژه بتونید که نتیجه بهتری بگیرید. خب ببینید مثلا من الان کارتایی که جدیدن فروختم رو بیارم، بخش آفر رسید الان به نظرم روی اون کارت، ببینید اینجا برای من اومد که هایر بید، یعنی یه سفارشی قیمت بیشتری روی این آقای جرونیمو رودریگز گذاشتن. من اینجا باید بیام بید رو بزنم و قیمت رو مجددا افزایش بدم. خب ببینید مثلا اینجا برای من آفر میاد، آفر اومد مثلا برای این بازی کنم که 10.93 یا 39.10 اتریوم بخرم، ولی خب من لیستش کرده بودم 13.61 یعنی 251 اتریوم و فروختم رفت. چقدر خریده بودمش؟ 227، یعنی تقریبا دو برابر فروختم. میگم با این قیمت دلاریش اصلا توجه نکنید، چون اینجا اتریوم قیمتش بیشتر بود، اینجا کمتر، اینجوری قیمت دلاریش اینجوری دیده میشه. یعنی 27 خریدم 51 فروختم. یا مثلا این کارت رو ببینید، اشتباه کردم ارزون فروختمش، 3000 خریدم 49.10 فروختمش، ارزون فروختمش 17.10 راحت الان میخرنش، رفتم چک کردمش. بعد مثلا یا این کارت رو هم ارزون فروختمش. ببینید من 2.15 خریدمش و چند فروختمش، اجازه بدین 9.25 فروختمش، 33000 و 33.10 چند خریده بودم؟ 6000، یعنی 5 برابر قیمت این کارت رو فروختم. حالا شما اگر مثلا 200 دلار اتریوم بیارین وارد بازی بکنید، مطمئنم که اگر روش فعالیت بکنید یک ماه دو برابر همون مبلغ رو میتونید در بیارید. ولی خب بعد یکی اینکه فوتبال رو بشناسید، و اگر هم فوتبال رو نمیشناسید بهتون ترانسفر مارکت رو پیشنهاد میکنم. میرید ترانسفر مارکت، یعنی ترانسفر مارکت میری، و
اسم بازیکن ها رو سرچ میکنید، این بازیکنی که اینجا سالا مثلا ببینید خسوس گومز، خب اینو سرچ میکنید، حتی به این کارت که بزنید بهتون نشون میده که مثلا خسوس گومز این سالشه، مثلا چند سالشه، تیمش هم اتلاس اف سی گوادالاخارا مول مکزیکه، لیگ مکزیک. خب چند سالشه؟ 19 سالشه، 19 سالشه، دفاع مکزیکی هم هست. حالا میایم اینجا سرچش میکنی، من الان این مدت کارت خیلی زیاد فروختم، یعنی تقریبا میشه گفت هر کارتی رو که خریدم تونستم بفروشمش. خب خسوس گومز همینه، آلخاندرو گومز اتلاس گوادالاخارا همینه دیگه، 19 سال، کلاب اتلاس گوادالاخارا مال مکزیک، شهر گوادالاخارا به دنیا اومده تو هرموسیلو. خب چی کاپ چی داره؟ کاپ مکسیکن چمپیون، کاپ بازی نکرده توی لیگ امسال، 19 سالشه، قد 1.85. این قسمت مهمه، نشنال تیم کریر میگه که زیر 15 سال نبوده، زیر 17 بازی میکرده، 8 بازی کرده، 2 تا گل زده، زیر 20، زیر 21 نبوده، بازی نکرده، اولین بازیش هم برای زیر 17 سال اول می 2019 بازی کرد. حالا میایم توی بخش ترانسفر هیستوری، اینجا میبینیم که از زیر 17 سال رفته زیر 20 سال، از زیر 20 سال رفته باویسای پرتغال به صورت قرضی لون ترانسفر، بعد از باویسا دوباره برگشته اطلس اند اف لون شده، قرضش قرارداد قرضش تموم شده، بعد اطلس 20 زیر 20 سال اومده دوباره اطلس، یک فصل تو باویستا بوده، اونجا هم بازی به نظرم نکرده. کل این استاتش یا آمارش لیگا مک توی لیگ مکزیک هنوز هیچ بازی نکرده. خب این از اینجا میتونید که آمار بازیکن‌ها رو در بیارید. حالا ما میریم سراغ یه بازیکنی، ببینم بازیکن خرید مهم هم نیست، این بازیکن چند روز پیش فروختم من. ببین همین جان اسپینوزا رو بریم سراغش، بریم سراغ جان اسپینوزا. ببینید من اینو چکش کردم یه بار، توی یکی از تیمای آمریکایی آستینه، نمیدونم کجاست، شیکاگو. خب 22 سال است، پست هافبک راست، چیز دفاع راسته، آر بی، کسایی که فیفا قیمتش الان 600,000 دلاره. خب ببینید این کریرش پرپیمونه، از اکوادور شروع کرده، بعد اکوادور یا ونزوئلا، اکوادور، از اکوادور شروع کرده، بعد اومده سان آنتونیو، کوئنسا، و اینجا ترانسفر شده به کوئنسا، از کوئنسا رفته دپورتیو کوئنسا، کوئنسای بی بوده، بعد رفته آوکاس، از آوکاس رفته دوباره دپورتیو، اینجا قرضی بوده، از دپورتیو کوئنسا آکواس، و از اونجا هم فروخته شده به شیکاگو، قیمتش مشخص نبود، قیمت قرار دادش. ولی حالا وقتی میریم تو بازی میریم که تو کوپا سود امریکانا دو تا بازی کرده یه گل زده، کوپا اکوادور دو تا بازی کرده، سری آه چی چی دو تا بازی کرده، سری آه چی چی دو تا بازی کرده، اینجا سه تا بازی کرده، 10 تا بازی کرده سری آه اکوادور باید باشه دیگه این، بعد لیگا پرو سری آ 11 تا بازی کرده، اینجا سگوندا التاپا 14 تا بازی کرده،
بعد وقتی اومده تو آمریکا تو MLS 20 تا بازی کرده، یعنی پس بازیکن ثابته. این بازیکن 22 ساله است، دفاع راسته و قیمت خوبی هم داره. قیمتش تو محدوده 4 دلار و ایناست. ببینید خب ما برای این الان مجدد، من اینو خیلی ارزون خریدمش، بعدم نفروختمش، حدودا دو برابر اینو فروختمش رفت. بریم ببینیم که قیمتش الان تو بازار چقدره. فکر کنم حدود 5.5 تا 6 دلار قیمتش این، اگه بیشتر نشده باشه. من تو همون محدوده فکر میکنم 5.5 6 دلار فروختمش. اکوادوریه، 22 ساله. ارزون ترین کارتش 5.88. خب ما اینجا یه دونه الان برای این سفارش میذاریم برای 4.77. این بازیکنیه که احتمال خیلی زیاد رشد خواهد داشت. یعنی ببینید یه هفته، ببین اگه ببینید بازیاشو نگاه کنید، 24 33 31 39 60 ببینید این هفته ای اکتبر 17 اینو اگر بازیکنو بالای 50 دلار راحت، اصلا بالای حداقل بالای 20 دلار راحت میتونید بفروشید. یه بازی خوب بکنه یا تیمش برنده بشه، یه پاس گلی چیزی بده، این بازیکن ها رو راحت 20 دلار میتونید که بفروشین. خب یه بید بالاتر گذاشتن. چرا اعمال نمیشه؟ پنج و 33 چند بود قیمتش؟ 588. من 533 دیگه میخرمش، بیشتر از این اگه بشه دیگه شرمنده اخلاق ورزشیش میشم. نه دیگه اصلا 532 او 588 دارم میخرمش. این هم قیمت همون یارویی که گذاشته برای فروش داره میخره، این همین اتفاقی که بهتون گفتم داره میافته اینجا. خب من این 5.88 رو میخرم اصلا. اجازه بده من این 5.88 رو از این بند خدا میخرمش. حالا بریم ببینیم من این کارت چند فروختمش. incoming activity card sold بیارم. خب همین من 3.93 خریدمش، 5.4 فروختمش. حالا لیگ MLS که شروع بشه من این بند خدا رو بالای 15-20 دلار میفروشمش میره. حالا برای اکوادور اگه بازی نکنه. چه کارت رو هم خدمتتون عرض بکنم. ببینید میای توی مای کلاب مای کارت رو انتخاب میکنید، کارت های خودتونی که آوردین حالا تو هر تبی که از اون تب رو انتخاب میکنید که دیگه بقیه کارت ها رو نشون نده. من این بخش رو انتخاب میکنم، بعد این کارت که اومد ببینید میزنید کارت ها رو وقتی میخرید حدودا مثلا 3-4-5 دقیقه بعد 2-3 دقیقه بعد میاد اضافه میشه
توی کارتاتون. خب ببینید این آقای اسپینوزا رو اینجا ببندیم برم میاریم ببینیم کارتاش قیمت ها چقدر. هشت و خورده ای بود فکر میکنم اولین قیمت، 8.41، 2.03، من میذارم 2.29. لیست مای کار قیمت رو میذارید، چه هم اتریومی میتونید بذارید، اگر به یورو بذارید قیمت رو میاد اون نزدیک به اون قیمتی که اتریوم هست میذاره. مثلا الان اگه من اینجا ببینید به یورو که میذاریم، خب الان اگه من بذارم 8 تا میاد یا میذاره 8.13 یا میذاره مثلا 7 و مثلا 8.7. متوجه شدین؟ به این قیمت اتریوم همیشه کار ده، یعنی یا میذاره 2.27 یا 2.28، هر کدوم که به 8 نزدیک تر باشه. من دیگه میام راحت اینو میذارمش رو 2.29 که ببین الان من 8 دلار گذاشته بودم آورده گذاشته 2.28 که این از 8 دلار پایین تر میشه دید. لیستش میکنم میره. حالا شما میخواین یه بازیکنی بخرید، میتونید اینجوری بیاین دوباره برین توی صفحه اون بازیکن، برید تو بخش کارت ها لیمیتد لو اسپرایس. خب این بازیکن رو داره میفروشه به 103 دلار. خب شما اینجا میتونید رو بازیکن بزنید میک ان آفر، یعنی یک درخواست بدید دیگه، یه آفر یا یه قیمتی رو درخواست بدین که من به این قیمت میخوام. این طرف گذاشته 103 دلار، شما میتونی بیا اینجا آفر بزنی آقا من اینو 40 دلار میخرم، میفروشی یارو؟ حالا یا میفروشه یا نمیفروشه دیگه، ولی خب اگه معقول بزنید معمولا میفروشن. مثلا طرف گذاشته 20 دلار دروازه‌بان رو، شما میای اینجا یه آفر میذاری مثلا 16 دلار، میبینی که خب قبولم میکنه، اکثرا قبول میکنه. من خیلی دوست آفر گذاشتم و قبول کردم. الان بازیکنی که خریدم میتونستم آفر بذارم و عرضم به حضورتون که همین دیگه، در همین حد. اگه چیزی سوالی بود در خدمتتون هستم. این بخشم که از اینجا راحت میتونید امتحان کنید که این هفته بازی دارن بازیکن‌ها، بعد میایید این منو رو کامل توضیح بدم خدمتتون. بازیکنایی که میتونید فیوریتشون بکنید، ببینید بازیکنایی که اینجوری بزنید این کارت رو فیوریت میکنه، ولی میتونید اینجوری برید رو خود بازیکن، برید رو خود بازیکن فالوش کنید. بعد گزینه بعدی میاد میگه که اسکوادش چی باشه، بعد پوزیشنش که اون پستشه توی کدوم لیگه، بعد توی کدوم لیگ واقعیه، یعنی تو دنیا فوتبال، مثلا تو لیگ روسیه، تو لیگ ترکیه، تو لیگ MLS، تو لیگ ژاپن، تو لیگ هلند، تو لیگ برزیل یا تو بوندسلیگا لیگ آلمان. بعد کارت ادیشن رو مثلا میتونیم انتخاب بکنیم که روکی باشه یا چی باشه. بعد کارت لول رو میتونید انتخاب کنید که لولش 0 تا 20. اینا رو معمولا دست نزنید بهتره چون چیزی براتون نمیاد. بعد سیزنش رو که اینم که الان فعلا 2021 که پلیر رو میتونید سرچ بکنید از اینجا مستقیم هر پلیری که میخواین رو بیاره. سنش رو میتونید تغییر بدین، بذار اینو یه بار پاکش بکنم. سن رو میتونید تغییر بدید. بعد
باشگاه الانش رو تغییر به چیز انتخاب بکنید که از فلان باشگاه میخوام، بعد بیاین تیم ملی یا همون ملیتش رو انتخاب بکنید، اینجا ملیتش رو انتخاب بکنید. بعضی از بازیکن هستن که دو ملیتی هستن، بعد سریال نمبر هم که دیگه هیچی دیگه، این هم که سریال نمبر. چیز دیگه ای به نظرم برسه، آفرهایی که براتون میاد اینجا، آفرهایی که فرستادین اینجا، بازیکنهایی که فالو کردین اینجا، ترانزکشن هایی که انجام شده اینجا، و در نهایت یه سری از بازیکنهای ایرانی هم بهتون معرفی بکنم که محمد نادری و مجید حسینی تو لیگ ترکیه هستن. بعد عرضم به حضورتون که دیگه مهدی طارمی و جهانبخش هستن و قلی‌زاده و فکر میکنم بیتاشور تو لیگ آمریکا هست، کاوه هست، کاوه رضایی، و دیگه میگم امیر عابدزاده هست، هنوز کارتش نیومده. بیرانوند هست، هنوز کارتش نیومده. همینو همه رو گفتم دیگه، مجید حسینی، علی قلی‌زاده، محمد نادری، جهانبخش، کاوه. آره همینوست، همین ایرانی ها، همین ها. مهدی طارمی هم اصلا نمیدونم چرا مهدی طارمی فالو نکرد، اون گرونه، به درد نمیخوره، به درد من نمیخوره. من خیلی نیوردم، انقدر نیوردم که بتونم مهدی طارمی رو بخرم. همین در حد مثلا 100 دلار که بتونم مثلا 10 15 تا کارت بخرم، حالا این 100 دلار رو بکنم 300 400 500 دلار. به نظرم 3 4 ماه میشه 100 دلار کرد، 500 دلار راحت میشه کرد. یعنی اگه وقت بذارین، انرژی بذارین، تمرکز بذارین، راحت 100 دلار رو یکی دو ماه هم میشه کرد 500 دلار. خیلی راحت. یعنی شما میتونید بازیکنای با کیفیت رو پیدا بکنید، بازیکنهایی که هنوز بازی نکردن، سنشون پایینه. مثلا شما فکر کنید پارسال اگه جمال موسیالا رو پیدا میکردید توی بایرن، یا بازیکنهای جوونی رو که چهره میشن این بازیکنها، خب مثلا یه راهش اینه که ببینید بیاین آندر 19 رو ببینید، آندر 19 رو اینجا تو ترانسفر مارکت بزنید، بعد بیاییم مثلا بزنید ایتالیای زیر 19 سال، بازیکنها رو دونه دونه چک بکنید، ببینید اون بازیکنهایی که هنوز چهره نشدن و تو این بازی کارتشون هست. مثلا میایید اینجا مارکت بلیو رو میزنید، میبینید که ویلفرد گونتو و توماس و بالدنزی اینا، ببینید همه 18-17 سالشونه. این بازیکن‌ها رو اگه بتونید پیدا بکنید توی اون کارتش، اگه باشه تو سوریر، اینا مطمئن باشید که روشون اگه سرمایه گذاری بکنید جواب میده. هر کدوم از این کارت‌ها، حالا من فقط اومدم تیم ایتالیا، تازه زیر 19 سال، اگه زیر 21 سال برین، یا مثلا زیر دیگه، همین زیر 19 و زیر 21 خوبه دیگه، زیر 23 سال برین، اینا میتونید گزینه‌های خوبی پیدا بکنه. حالا تو تیمای خیلی معروف زیر 23 سال دیگه بعید میدونم بتونین کسی رو پیدا بکنین که ارزون باشه، ولی تو تیمای کمتر معروفی مثلا مثل چکسلواکی و مثلا چه میدونم پرتغال زیر 21 یا زیر 19، من پرتغال زیر 21 چیزی پیدا نکردم که قیمت خوبی باشه، ولی پرتغال زیر 19 چرا؟ اینا رو میتونیم بیاین بگردین، فرصت اگر داشته باشین بیاین، فوتبالی هم باشین، خوب درآمدی میتونین از این بازی در بیارین. حالا سوالی چیزی اگه بود بنده در خدمتتون هستم.